یه کمی خلاصه و سریع برای ما کل ماجرا رو میگین چی بود؟ من مجددا عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و بینندگان محترم شبکه، در خدمت شما هستم. خب همونطور که در اخبار دیدین، با توجه به اینکه تصاویری در فضای مجازی منتشر در خصوص حادثه‌ای که رخ داده بود، در حادثه برای بودن یک سال گذشته بوده و در همون مقطع هم برخورد لازم صورت گرفته. متوجه نمیشم یک سال پیش اتفاق افتاده، الان چرا همه ورود کردن؟ یعنی چی؟ یعنی یک سال بوده خبر نداشتن از این اتفاق؟ نه، عرض کردم تو همون مقطع که دقیقا تصاویر اتفاق افتاده بوده خب. و تصاویر منتشر نشده بوده، خود مرکز و خود بهزیستی استان مداخله لازم رو انجام داده بودن. یعنی بهزیستی استان متوجه میشه که مثلا یه کارمندی در یکی از مرکز نگهداری معلولان کارمند نبودن دیگه خانم، این بخش غیر دولتی بوده که حالا توی فیلم بودن، الان به طور کلی کجا نگهداری میشن؟ چون بهزیستی اعلام کرد که مجوز و مرکزم لغو شده. بله، به صورت موقت سرپرستی از بخش دولتی از روز گذشته در مرکز مستقر شده تا فرایند انتقال و توزیع معلولین به 2 الی 3 مرکز در مجموعه استان بوشهر رو در حقیقت در شهرستان بوشهر و یک دو شهرستان دیگه انجام ورود دادن. میخوام بگم فیلم رو همون سالم دیده بودن، هم پارسال هم فیلم رو دیده بودن، ندیده بودن؟ بله، حالا نیت‌خوانی کار مشکلی، اما بالاخره اینکه کسی فیلم رو یک سال در اختیار خودش داشته و الان منتشر کرده در صورت عمومی، بالاخره باید بررسی بشه توسط حوزه قضایی و انتظامی که سر تخصصی ورود. البته که گمان میکنم که کار خوبی کرده که منتشر کرده. بله، نه ما ملاحظه اگه کار خوب اگر که منتشر نمیکرد احتمالاً سازمان بهزیستی و سایر قسمت‌ها هم اینطور جدی شاید ورود نمیکردن. بله، ماجرا این که الان اون معلولین عزیزی که در اون مرکز نگهداری میشدن الان حالشون خوبه، قرار هست که مرحله انتقال انجام بشه، به سایر خانه های نگهداری منتقل بشن زیر نظر سازمان بهزیستی و اونجاها مرحله صیانت و نگهداری از اونها همچنان ادامه پیدا بکنه. با احترام تمام، اتفاق مال سال قبل بوده، در یک منطقه، در یک مرحله و مقطع کوچکی رسیدگی شده بهش، حالا یه نظارت کوتاهی در موردش صورت گرفته و رد شده بوده. فیلم که منتشر شده خب بعد عمومی و فراگیرتر پیدا کرده و قسمت‌های بیشتری مطلع شدند، سوار بر موضوع هستن برای اینکه پیگیری قاطعانه تری نسبت به این موضوع صورت بگیره. به هر حال که اگر در فضای مجازی نمی آمد، شاید که تکرار این اتفاق رو ممکن بود در همه مرکز یا سایر مراکز دیگر شاهد باشیم. ان شاءالله که حالا با اینکه این فیلم منتشر شد یکمی حواس ها بیشتر جمع بشه نسبت به اینکه دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.